درود و وقت بر شما بخیر. به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. برنامه جهانی غذا میگوید که تابستان امسال به دلیل کمبود بودجه از مجموع زنانی که در همین مدت در سال گذشته مورد حمایت این سازمان قرار داشتند 600 هزار زن باردار و شیرده کمک دریافت نخواهند کرد. این سازمان در اکس نگاشته است که در سال گذشته میلادی به 1.6 میلیون زن باردار و شیرده مواد غذایی مغذی توزیع کرده است. این در حال است که این سازمان پیش از این در گزارشی به مناسبت روز جهانی تغذیه گفت که 3 میلیون کودک در کشور دچار سوء تغذیه هستند. گزارش داده است که امریکا پس از سال 2019 برای ردیابی تحریک‌ها و حمله های برزد خودش در افغانستان از هوش مصنوعی استفاده کرده است. این رسانه افزوده که با افزایش حمله های امارت اسلامی بر نیروهای امریکایی و ائتلاف تا پایان 2019 ارتش امریکا به توسعه برنامه هوش مصنوعی موسوم بر راوین سنتری اقدام کرد. بر اساس حکم رهبر امارات اسلامی به منظور حل مشکلات مناطق نزدیک خط فرضی دیورند و سایر مناطق مرزی کمیته بر ریاست سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل ایجاد شده. حمدالله فدرت معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که هدف از ایجاد این کمیته تازه تأسیس حل مشکلات مناطق نزدیک خط فرضی دیورند و سایر مناطق مرزی عنوان شده است. سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن گفته است که این وزارت در یک سال گذشته در زمینه انتقال زمین‌های دولتی به وزارت ترانسپورت و برنامه‌ریزی پروژه‌های سرکسازی و شهرکسازی کارهای بیشتری انجام داده است. مسئولان این وزارت افزودند که به منظور کاهش ازدحام ترافیکی پایتخت در چهار قسمت شهر کابل برای ساختن ترمینال برای موترهای باربری کار جریان دارد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دوحه با سفیران سفارتخانه ها و دیپلمات های برخی کشورهای اروپایی در مورد افغانستان گفتگو کرد. مولوی عبدالکبیر در این دیدار به بازگشایی نمایندگی های این کشورها در کابل نیز تاکید کرده است. سفارت افغانستان در بیجنگ از دیدار سفیر افغانستان با نمایندگی ویژه کشور چین در امور افغانستان خبر داده است. در این دیدار اسدالله کریم شریف سفیر افغانستان در چین با یوشاو یونگ نماینده ویژه کشور چین در امور افغانستان در مورد گسترش روابط کابل و بیجنگ بحث و گفتگو کردند. گفتنی است که در این دیدار همچنان در مورد تعامل متقابل با کشورهای همسایه، روابط دوجانبه تجاری و برخی از مسائل دیگر گفتگو شده است. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.